برام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از شبکه جهانی خورشید خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 میزان سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 30 سپتامبر سال 2019 میلادی. در نخست سرخط چون خبر مهم، ادعای عبدالله عبدالله مبنی بر برنده بودن در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری. خواست مجلس نمایندگان بر بی‌طرف بودن کمیسیون‌های انتخاباتی. نگرانی از محاصره مرکز تخار سوی طالبان. انتقاد از ناتوان بودن حکومت وحدت ملی در چرخش اقتصاد کشور. و کشته شدن بیش از 100 تن از اثر سرازیر شدن سیلاب در ایالت شمالی هند. مشروع خبرها. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری بیشترین آرا را گرفته و بر بنیاد آرای پاک مردم در دور نخست انتخابات برنده خواهند شد. این دسته انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که آرای بدون بایومتریک را تقلبی و بی اعتبار دانسته و نیز جلو دخالت اداره احصایه را در کارهایشان بگیرد. حسین راسیمنش. دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اینجا دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی پیروزیش را در انتخابات اعلام می کند. رأی ما در این انتخابات بلند است. نتایج البته کمیسیون های انتخابات اعلان می کنند، کمیسیون مستقل انتخابات، اما ما با رأی بلند آمدیم. انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میتیم. رئیس این دسته انتخاباتی میگوید که بعضی از دسته های انتخاباتی دست به تقلب زده اند و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که باید آرای تقلبی و بدون بایومتریک را به اعتبار اعلام کند. رأی بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست به هیچ صورت. یک نقطه. این موقف کمیسیون هم است، عملی شدن 100% خواستار هستیم و از او نظارت میکنیم. آقای عبدالله همچنان تاکید می‌ورزد که باید جلو دخالت اداره احصایه در کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شود و نیز برای شماری از مقام‌های حکومتی که در روند انتخابات دخالت کرده‌اند این گونه هشدار می‌دهد. بعضی از مقامات حکومتی مستقیم متاسفانه در ولایت کشور در کار انتخابات دخالت کردند که برخورد قانونی به امرایشان صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هیچ دسته انتخاباتی حق ندارد پیش از اعلام نتایج خود را پیروز اعلام کند. این در حال است که دیروز معاون نخست دسته انتخاباتی دولت ساز نیز گفته بود که آنان بیشترین آرا را در انتخابات از آن خود کردند. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که آنان تا اکنون 2569 شکایت از روند رایدهی انتخابات ریاست جمهوری را به ثبت رسانیدند که بیشتر آن در ولایت های کابل، هرات و جوزجان بوده است. این نهاد تاکید میکند که پیشتازی هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری روشن نیست و نامزدان باید از پیشداوری ها خودداری کنند. این نوارهای دیداری که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود ظاهرا نشان می دهد که تقلب در انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. این بانو که ناظر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی است ادعا می کند هنگامی که وی می خواست جلو انجام تقلب را بگیرد از سوی اقبال صافی عضو مجلس نمایندگان لتوکوب شده است. چون خواستیم جلال تقلب بگیریم خود اقبال صافی داخل سایت شد و میخواست که مرا بیرون از سایت کنه. وقتی من نخواستم بیرون شم مرا با سیلی از سایت بیرون انداخت. خواستیم دیدگاه آقای صافی را در این باره داشته باشیم، اما وی گفت که فردا در این مورد ابراز نظر میکند. در همین حال کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اینجا در کابل آمار شکایت از روند رایدهی انتخابات ریاست جمهوری را همگانی کرد. این نهاد اعلام کرد که آنان در بخش‌های گوناگون کشور 2569 شکایت را به ثبت رسانیدند که بیشتر آن در ولایت‌های کابل، هرات و جوزجان بوده است. تعداد شکایتی که بر پیش ما درج شده البته تا قبل از ظهر که عصر چون بعضی ولایت‌ها مشکل تلفنی چیز داره
2569 شکایت هست در سراسر کشور. این نهاد همچنان تاکید میکند که به تمام شکایت های ثبت شده به گونه بی‌طرفانه رسیدگی خواهد شد و رأی های قابل پذیرش است که انگشت نگاری شده باشد. پیشتازی هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری روشن نیست و نامزدان باید از پیش‌داوری ها خودداری کنند. رسیدگی با رأی میکنیم که اونا بایومتریک شده باشد. اگر کسی با کاغذ سفید، اگر کسی با تومار و تومارچه آرای را ورده باشه، او قابل قبول نیست. ما فقط با آرای بایومتریک. در همین حال گفته می شود که بیشتر شکایت های ثبت شده از نواقص در فهرست رای دهندگان و کار نکردن دستگاه انگشت نگاری بوده است. فردا تازه کار شروع میشه، تصدیف میشه، طبقه بندی میشه، ثبت میشه، بررسی میشه، تحلیل حقوقی میشه، تحقیق میشه، بعد تصمیم گرفته میشه، بعد سرانجام بالاخره به یک فیصله ما نهایی دست پیدا میکنیم. این همه در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 ماه جاری و نتایج نهایی آن در 16 عقرب سال روان اعلام خواهد شد. روند گردآوری آرا در مرکز دیجیتال کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نخست اطلاعات رای دهندگان از دستگاه های بایومتریک به این مرکز می رسد و پس از پروسس به مرکز جمع‌آوری عمومی کمیسیون مستقل انتخابات منتقل می شود. در این حال رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید مواد حساس انتخاباتی از 356 ولسوالی به مرکز ولایت ها رسیده و این روند ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید این مرکز برای نخستین بار است که در این نهاد ایجاد شده و وظیفه آن گردآوری اطلاعات از دستگاه های بایومتریک است. این مرکز که امروز افتتاح شد در اینجا معلومات که در دستگاه های شناخت بایومتریک است به اینجا انتقال پیدا میکنه و پس از گردآوری در اینجا این معلومات به دیتا سنتر انتقال داده میشه و در دیتا سنتر هارد ریزلت شیتا با سافت از اینا سر داده میشه تا که از تقلب در این انتخابات جلوگیری شود. این سنتر هم به خاطر ازمی هست که ما فرمای نتایج دیجیتالی را و فرمای نتایج فیزیکی را دینامی سنتر مطابقت داده شوه و به خاطر شفافیت هست. فرمای نتایجی که از حاصل از دستگاه بایومتریک میآید ما در داخل سبرهای خود در اینجا لود انداختیم و لود کردیم شانه. کارمندای اینجا همراه با فرمهای نتایجی که به صورت دیجیتالی میآید همراه با عکس و ریزلت شیت که از طریق دستگاه بایومتریک گرفتیم مقایسه میکنه. همزمان با این رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از انتقال مواد انتخاباتی از 356 ولسوالی به مرکز ولایت ها خبر می دهد. 204 نوی ولسوالی ها در ولایت و مراکز تا مواد رسیده دی زمکل لارنه او 25 ولسوالی ها در حوال رسیده دی چه مجموعاً 355 ولسوالی کیگی. اسوی هم یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آرای بدون بایومتریک حساب نمی شود. وقتی که از سات 7 تا سات 5 در صندوق ها ریخته شده رای بایومتریک از قابل حساب است. قرار بود امروز روند درج آرا در سیستم مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شود اما این روند به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاد. شیرشاه رسولی، تلویزیون خورشید، کمیسیون مستقل انتخابات. کمیشنرهای دو کمیسیون مستقل انتخاباتی با عبرت از انتخابات گذشته و سرنوشت کمیشنرهای پیشین باید مستقلانه و بی‌طرف عمل نمایند. نمایندگان مجلس می‌افزایند که هر گونه تخلف و تقلب در انتخابات می‌تواند بحران سیاسی مدهش را به وجود آورد. از سوی هم این نمایندگان می‌گویند که تیم بازنده باید شجاعت و همت به خرج داده و نتیجه آرای شفاف را به تیم برنده تبریک بگوید. چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان آجندای امروز بحث نمایندگان مجلس بود و بیشتر این نمایندگان خواستار تفکیک آرای سفید از آرای سیاهند. در این تالار بر کمیشنرای دو کمیسیون مستقل انتخاباتی نیز گوشزد می شود که بی‌طرف باشند و از تجربه کمیشنرای پیشین این دو نهاد درس عبرت بگیرند. خواست ما و تقاضای ما از کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات است که رای‌های سفید و سیاه باید از هم تفکیک شود. در ولسوالی نجراب تقلب صورت گرفته، در ولسوالی تگاب تقلب صورت گرفته، صندوق‌ها پر شده. با توجه به اینکه تعداد از کمیشنر صاحبای
دوره های گذشته فعلا در محبس به سر میبرند و تعدادی هم در بدنامی تاریخی متاسفانه که دامنگیرشان شد. ای بار ای کمیشنر صاحبا با تمام توان استقلالیت را حفظ کنند و حق به حقدار برسانند. در اینجا نمایندگان مجلس از نامزدان ریاست جمهوری خواستای دارند. هر کسی که پیروز شد تیم بازنده این شجاعت داشته باشه، این مردانگی را داشته باشه و این همت را داشته باشه به خاطر منافع ملی افغانستان باید پیروزی او را نه تنها قبول بکنه بلکه باید تبریک بگویه. که هر چه وړي هغه دې اخلاقي جرأت وکړي، د وطن سره دې مینه وکړي، د دې خلکو سره دې مینه اظهار وکړي او راودي وزي ودی وایي چې مبارک دي شه. اما که دې اول رای په مقابل کې هر څوک دریږي، هم قانون شکن ده، هم فاسد ده او هم د افغانستان د خلکو دښمن ده. رئیس مجلس نمایندگان مسئول هر گونه بحران در نتیجه آرای مردم را نهادهای دو کمیسیون مستقل انتخاباتی می داند. با تامین شفافیت انتخابات و اعلان نتایج پاک بدون تقلب، اعتماد مردم را به پروسه ملی انتخابات، دموکراسی و جمهوریت را تضمین نماید. هر گونه تخطی، تخلف و جرم انتخاباتی می تواند توقع بسیار خطرناک را به بار آورد و بحران سیاسی مدهش را ایجاد نماید. با این همه در حال نمایندگان مجلس از کمیشنران دو کمیسیون مستقل انتخاباتی می خواهند که شفافیت این روند را تضمین نمایند که این کمیشنران از آغاز این روند تا اکنون بارها گفتند هرگز تسلیم زور نخواهند شد و از آرای مردم به گونه درست پاسداری خواهند کرد. شماری از اعضای شورای ولایتی تخار می گویند که از دو روز به این سو مرکز ولایت تخار در محاصره طالبان قرار گرفته و جنگجویان این گروه بخش‌های از روستاهای اطراف شهر طالقان و ولسوالی بهارک را تصرف کردند. در این حال مسئولان محلی در بیمارستان مرکزی تخار نیز میگویند که نزدیک به 60 نیروی امنیتی در دو روز گذشته در این ولایت کشته و زخمی شدند. افزایش نبردها در تخار. طالبان مرکز این ولایت را در محاصره خیش قرار دادند. اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند اگر توجه جدی به این ولایت نشود، مرکز شهر به دست طالبان سقوط خواهد کرد. و بازم تاکید میکنیم که اگر توجه صورت نگیره، این فاجعه گسترش پیدا میکنه و این ناامنی گسترش پیدا میکنه و شما شاهد هستید که طالبان در محاصره مخالفین مسلح حکومت قرار داره و این محاصره تنگتر شده رئیس. سرباز نیروهای خیزش‌های مردمی است، نیروهایی که در برابر طالبان در ولسوالی‌های ولایت تخار می‌جنگند، اما وی دیشب آماج حمله‌های هوایی نیروهای ارتش ملی قرار گرفته است، آن هم در هنگام نبرد با طالبان. نفهمیدیم ما وقتی که دشمن طالبات تعرض کرد، طالبان شکست خورد، ما خاموش شدیم. وقتی خاموش شدیم بود که تیاره رسید یک پیره نه که اگام 100 پیره دور خورده می تعمیر در کنشون بود بس کرد. نبردهای دو روز گذشته در تخار بهای سنگین از نظامیان کشور گرفته است. پزشکان در بیمارستان مرکزی تخار میگویند پیکر 32 نظامی و 2 غیر نظامی از اثر نبردهای دو روز گذشته به این بیمارستان آورده شدند و 34 نظامی دیگر نیز در این دو روز زخم برداشتند. جمعا به تعداد 32 شهید و 37 زخمی که از جمله دو خانم، یک نفر در 24 در از شروع انتخابات تا کنون شفخانی ولایت تخار تخلیه شده که اتهامات لازم برایشان نقش شده. پلیس تخار می افزاید حمله های طالبان بر ولسوالی های خواجه‌غار، چاآب و بهارک پس زده شده و نظامیان در این ولایت در حال طرح‌ریزی عملیات در برابر طالبان در اطراف شهر طالقان هستند. عملیات شدید نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در مقابل طالبان تروریست در ولسوالی های بهارک و خواجه‌غار ولایت تخار ادامه دارد. نیروهای امنیتی تانستند که در ولسوالی بهارک عملی که طالبان کده بودی را بعتب بزنه، برای طالبان تلفات بیشتر وارد شد. متاسفانه در این حملات هوایی که در ولسوالی بهارک صورت گرفت، همزمان که قرارگاه طالبان را زدک، یک قرارگاه از خیزش های مردمی در اونجا که در نزدیکی از این بود اونا درگیر بودن، اشتباهاً در اونجا یک بم غلطیدک. در کنار چالش های امنیتی در ولایت تخار، از 4 روز به این طرف تمامی شبکه های مخابراتی در ولایت تخار نیز قطع شدند که این کار مشکل نظامیان کشور را در این ولایت دوچندان کرده است. وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.
ادامه خبرها. حکومت وحدت ملی در چرخش اقتصاد کشور ناتوان بوده است. اعضای بخش خصوصی میگویند که در 5 سال کار حکومت وحدت ملی با وجود علاقمندی سرمایه گذاران و بازرگانان به توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور، رهبران حکومت وحدت ملی بیشتر درگیر دشواری های داخلی بودند و از فرصت های موجود اقتصادی در کشور آنچنان که انتظار می رفت استفاده نکردند. ایجاد زیربناها بر بنیاد خواست بخش خصوصی، فراهم ساختن زمین و برق بسنده برای سرمایه گذاران، بهبود در وضعیت صادرات، افزایش میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، بهبود در فعالیت های صنعتی و همچنان تبدیل شدن افغانستان به کشور صنعتی، از شمار تعهدات دانسته می شود که رهبران حکومت وحدت ملی و بخش خصوصی سپرده بودند. اما گفته می شود با گذشت 5 سال و پایان کار حکومت وحدت ملی، افزون بر این که این تعهدات حکومت به گونه درست عملی نشد، افزایش ناامنی ها در مرکز و ولایت ها، فساد گسترده در نهادهای دولتی به ویژه نهادهای عدلی و قضایی و همچنان تنش ها میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب شد تا فرصت های موجود در بخش اقتصادی کشور از دست برود. برای فساد اراده تمثیل کرد که ما اراده داریم که فساد از بین ببریم. برای امنیت هم میخواستن که ما اشخاص مسلکی و اشخاص کارفهم میاریم و تا مشکل جور شود. با گذشت یک ماه دو ماه از امی وحدت حکومت وحدت ملی، بعد از اون امیدی در بین سکتور خصوصی روز بزرگ زیاد شد. نه تنها این 3 چالش عمده از بین نرفته و کاهش پیدا نکده، بلکه ابزایش پیدا کرده. با امکاناتی که پیش آمده بود، فرصت ها، اگر از این فرصت ها با برنامه خوب، با یک طرحهای بزرگ اقتصادی کشوری اگر کار میشد، امروز افغانستان به این حالت که فعلا هست نمی بود. اما مسئولان وزارت صنعت و تجارت از برنامه‌های تازه به منظور رشد بخش خصوصی در سال جاری خبر می‌دهند. حمایت می‌کنیم تا سکتور خصوصی و حکومت مشترکند به خاطر تقویت نظام اقتصادی افغانستان، به خاطر کاریابی، بلند بردن صادرات و تقویت صنایع افغانستان گام‌های بیشتری برداریم. این در حالی است که در 6 میزان همین ماه 4 دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دوره کاری حکومت وحدت ملی نیز پایان یافت. اکنون دیده شود که با روی کار آمدن حکومت جدید تا چه اندازه به دشواری های بخش خصوصی کشور رسیدگی جدی می شود. به زودی کار بازسازی دوباره کارخانه نساجی گلبهار آغاز می شود. مقام های محلی کاپیسا می گویند در حال حاضر کار در زمینه جلب سرمایه گذاری ها به منظور فعالیت دوباره این کارخانه آغاز شده و قرار است به زودی ازبکستان بیش از 200 میلیون دلار را برای بازسازی کارخانه نساجی گلبهار به حکومت افغانستان کمک کند. کارخانه نساجی گلبهار روزگار محل کار بیش از 20,000 تن بود و نزدیک به 1,000 تن دیگر به گونه مستقیم و غیر مستقیم هزینه های زندگیشان را از همین کارخانه تأمین می کردند. اما اکنون اینجا به چراگاه حیوانات و انبار از ماشین های از کار افتاده مبدل شده است. هر طرف این کارخانه گواه است از اتفاقات سده جنگ در کشور. از درخت های سوزانده شده گرفته تا تأسیسات ویران شده. ما خان عزیز هستیم از دولت ما از شما در این بیهت دادوازان دوازدازان فوزیش کار میکند. چل کشور جهان در افغانستان سرازیر شدن، اگر مدیریت سالم وجود میدارد و اینا را اعمال میکردن، امروز افغانستان از این حالت میبرامد. کسایی که از این پس بر مسند ریاست جمهوری تکیه میزنن، خواهشمندیم که روی بازسازی دوباره نساجی گلبهار غور و بررسی عملی بکنند. آگاهان اقتصادی میگویند با گذشت 18 سال، حکومت در پروژه های بزرگ زیربنایی که سبب رشد اقتصادی در کشور می شد سرمایه گذاری های بنیادی را انجام نداده و به همین دلیل بیکاری و ناداری در کشور به گونه روز افزون در حال افزایش است. تأثیر خیلی عمیق خواهد داشت در اقتصاد کشور، در اقتصاد محیط، در کاهش بیکاری و همچنان بلند بردن ظرفیت ها در کشور. اما مقام های محلی کاپیسا می گویند بر بنیاد تفاهم نامه که میان حکومت افغانستان و ازبکستان امضا شده، قرار است به زودی ازبکستان بیش از 200 میلیون دلار را برای بازسازی کارخانه نساجی گلبهار به حکومت افغانستان کمک کند. هیئتی از طرف ازبکستان موظف شد آمد فابریکه را دیدن. بعد از دیدن فابریکه یک تفاهم نامه به خاطر بازسازی
فابریکه نساجی بین کشور ازبکستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اتفاق نامه امضا شد. ماشین ما میتونست در یک دقیقه 400 نیچه تار به دور خود ببافه. اما ازبکستانی ها برای ما گفتن ما ماشین رو داریم که در یک دقیقه 1200 فلیتر تار به خود دور میده. تفاوت بسیار است. کارخانه نساجی گلبهار در حصه اول ولایت کاپیسا موقعیت دارد. کار ساخت این کارخانه در سال 1315 خورشیدی به گونه سهامی از سوی حکومت به همکاری آلمان تهداب گذاری شده و در سال 1332 خورشیدی به بهره برداری رسیده است. وقفه کوتاه. نگاه به رویدادهای جهان. در نتیجه ریزش باران‌های موسمی و سرازیر شدن سیل در دو ایالت شمالی هند بیش از 100 تن جان باختند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های حکومتی هند گفتند که ریزش بی پیشینه باران‌های موسمی موسوم به برسات سبب طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در ایالت‌های بهار و اتراپرادیش شده است. در این رویداد طبیعی ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند و روند عادی حمل و نقل در دو ایالت مختل شده است. ولیعهد عربستان سعودی میگوید که کشورش گزینه دیپلماتیک را به گزینه نظامی در قبال ایران ترجیح میدهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان در گفتگو با شبکه سی بی سی امریکا یک بار دیگر ایران را متهم به دست داشتن در حمله پسین به تأسیسات نفتی عربستان سعودی کرد. او افزود که اگر جامعه جهانی اقدام بازدارنده در قبال ایران را روی دست نگیرد، کشورش صادرات نفت خود را کاهش خواهد داد تا سبب افزایش بهای جهانی نفت شود. با این حال وزارت خارجه ایران دست داشتن آن کشور در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرده است. دست کم یک پناهجو در نتیجه آتش سوزی در اردوگاه موریا واقع در جزیره لسبوس یونان جان باخته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های محلی گفتند که جسد سوخته شده یک زن را پیدا کردند که بر بنیاد گزارش های تایید ناشده از جان باختن یک کودک همچنان حکایت شده است. گفته شده که این آتش سوزی بزرگ دیشب نخست از کانتینر محل سکونت چند پناهجو آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. در پی این رویداد هزاران پناهجوی ساکنین اردوگاه دست به اعتراض دادند که با واکنش تند پلیس یونان روبرو شده است. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. وقت شما خوش. خدا نگهدار.